السلام علیکم يا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائک بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم برنامه خودمان معتر و مزین میکنیم به عطر خوش درود و سلوات بر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ الله علیه و, و آله و سلم و خاندان پاک و برگزیده ایشان ارزه سلام و درود و احترام داریم محضر یکایک یک شما همراهان بسیار نازنین رسانه جهانی هادی با احترام محضر شما عزیزان هستیم به صورت زنده و مستقیم با برنامه با وقت بیداریم در ایام حزن و اندوه اهل بیت اسمت و دهارت علیهم السلام قرار داریم تسلیح ترز میکنیم این ایام به محضر نورانی آقا صاحب الاسر و زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین شما همراهان بزرگوار در خدمت شما هستیم با افتخار و احترام میزبان شما هستم و افتخار دارم تا جناب استاد دکتر اسمت اللهی را محضر شما عزیزان معرفی کنم استاد سلام علیکم شب شما بخیر من خدمت شما سلام عرض می کنم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قال الكريم في كتابه في كتابه وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله عن باطه بل أحياء عند ربهم يرزقون منم به نوبه خود خدمت شما مجری عزیز و تمام بیننده های رسانه وزین هادی تیوی سلام عرض میکنم و عرض تسلیت داره و ابتدا عرض تسلیت محضر منجی عالم بشریت خود به عالم امکان حضرت مهدی حمام زمان حمام دوازدهم تسلیت عرض میکنم و ثانیا برای همه پیروان راستین امام حسین و شهدای کربلا و درود میفرستیم بر عزیزان که در حادثه کربلا امام حمام را یاری کردن و به دعوت کردن مخصوصا شهدای کوفه که بحث امشب ما هستند بسیار تشکر میکنیم جناب استاد عزیز که وقت بسیار گران قدر خودتان با توجه به شلوغی هایی که دارین با توجه به ازده و ترافیک های برنامه هایی که دارین بسیار لط کردین و در می خودتان حضور یافتین انشالله امشب از مسئله شما استفاده خواهیم بود موضوع برنامه را حضرت علی فرمودید موضوع شهر کوفه که اسم کوفه و ارتباطان با نهزت حسینی هست و انشالله که میخواییم که از این اسم که بسیار در تاریخ نام برده شده و در واقع در بسیاری از بلندی ها و پستی های تاریخ از این شهر به عنوان یک شهر استراتژیک، یک شهر ساقل جیشی، یک شهر بسیار مهم در تاریخ صدر اسلام از اون یاد میشه بیشتر یاد بگیریم از محضر شما در خدمت شما هستیم سعی میکنم که در خلال برنامه از شما سوالاتی داشته باشم و همچنین از عزیزان بیننده هم تقاضا مندیم که به واتس اپ برنامه با نمبر مثبت 964 780 255 413 ارتباط داشته باشند سوالات شما به ما ان شاء الله عودت داده میشه و ما از محضر جناب استاد پرسان خواهیم کرد استاد خدمت شما منم برای خود و درس کنم که این توفیق است که ما در شب ششم محرم الحرام توفیق پیدا کردم در رابطه با یکی از ابعاد مهم مسئله آشوران و شهر کوفه صحبت کنیم و مردم کوفه و شهدای کوفه و دعوت کننده های کوفه از حمام زمانشان از حمام سوم شیعان عالم ببینین راجع به کوفه دیدگاه های متفاوتی را شده و مخصوصا بعضا افراد کردن و تفرید کردن و از آن جایی که گفتن که الکوفی لا یوفی کوفیا وفادار نیستن ببینیم که در تاریخ چی گذشته واقعا اینجوری بوده یا نه ما جفای نکنیم برای مردم کوفه مخصوصا اونهایی که شیعیان واقعی بودن و در رکاب امام علی علیه السلام و در رکاب امام حسن علیه السلام و تا در رکاب امام حسین تا, تا آخر تا مرز شادت پیش رفتن بنابراین یک مقدار راجع به شهر کوفه صحبت میکنیم و اینکه در صدر اسلام سه تا شهر شهرهای بسیار مهم است در تاریخ اسلام که سرنوشت بشریت رقم میخورن شهر مکه معظمه مدینه منوره و کوفه مکه معظمه به خاطر که زادگاه پیغمبر رحمت رحمت للعالمین پیغمبر اکرم صلی صل... صل الله علیه و علیه و سلم است این مکه به خاطر که در اونجا بعثت پیغمبر صورت گرفت اسلام ظهور میکنه و دعوت پیغمبر از در 13 سال ویژگی های خود را داره تاثیرات خود را در تحولات جهان داره جهان وقتی که میگه یعنی فراتر از شبه جزی عربستان حجاز و نجد و فراتر از اینا و بعد از مکه معظمه وقتی که اجرت پیغمبر آغاز میشه ما شاهد تأسیز نظام اسلامی نظام امامت هستیم که پیغمبر اسلام نظام رو تاسیس میکنه که ما امروز تا امروز از این نظام پیروی میکنیم و پاسداری میکنیم مدینه جایز که جنگ های مهم و بیشتر اشتاد غزوه و جنگ در مدینه صورت گرفت تعاملات و تحولات بزرگ را در خود مدینه پرورش داد و هجرت ها صورت گرفت و به دنبالش ما تاسیس کوفره داریم استاد در مورد شهر مکه مکه معظمه شهر مدینه منوره مدینه النبی صلی الله علیه و آله علی و سلم در تاریخ صدر اسلام بسیار ما اتفاقات عظیم داریم و در واقع نقش حیاتی این دو شهر بزرگ هیچ کس منکرش نیست اما چرا شهر کوفه شهر کوفه در زمان خلیفه دوم در سال 17 قمری پس از فتح مدائن که در فت مدائن فرمانده لشکر اسلام سعد ابن عبی و قاس هست قوای ساسانی شکست میخوره اینها و دنبال از که یک هردوگاه و یک پادگان نظامی داشته باشند. استاد سعد ابن عبی و پدر عمر ابن سعد بله بله سعد ابن عبی و هست که در جنگ قادسیه در جنگ مدائن و اینجا فتح میشه و هنائیم میگرن در رفش کاهیانی بعد از شان پیروزی بزرگی بود که اصرایی که از این جنگ بین بر از اینا باید جای داشته بر لشکر اسلام باید یک پادگان یک اردوگاه یک محلی باشه بنابراین امار یاسر معمور میشه با یکی صاحبه دیگه که یک منطقی مهم و سوقل جشی و یک منطقه خوش آب برای لشکر اسلام چون این, پا، این کوفه باز مکان است که مدیریت میکنه تمام تحولات آسیای غربی آسیای جنوبی را از کوفه هدایت میشه در سالهای آتی به هر حال وقتی که این شهر تاسیس میشه در این شهر مهاجرت ها صورت میگیره غنایم است جنگ است درگیری هاست ها و تقریبا دو هزار و چند صد صحابه پیغمبر در این شهر اسکان میگیره دو هزار نفر و بسیاری از احرابی که در اینجا جا به جای میشن احراب عدنانی هستند، احراب شمالی هستن که در رسشان قریش هست قرائشی ها از مکه و مدینه بالاخره به با چیز به کوفه اجرد میکنن و در مقابل احراب قحطانی هم که اعراب جنوبی هستند اینها هم به کوفه هجرت میکنن اینها مهم نیست هجرت ها و این تحولات تاسیس شهر تاسیس هم برخلاف شهرهای دیگه که یک فرایند تاریخی شکل گرفته اما این بختتن بدون اون ملحوظات بدون اون فرایند فکری اقتصادی سیاسی که شهرها معمولا تعریف خود در جامعه شناسی داره شهرها حالت فرایندی داره یک شبه تحسیس نمیشه اما کوفه برخلاف همه شهرها یک باره محل توجه میشه یک ترکیب نامتجانس در خود جای میتون و مخصوصا که در کوفه ما اعراب با اعراب داریم و عدنانی و قهطانی رو داریم موالیان داریم هیرانی است که در هم. اونجا بعد پس از جنگ مستقر شدن گرایشات مختلف آورده میشه گرایش که پس از حادثه قدیر خم شکل گرفتم در دوره خلیفی اول در دوره خلیفی دوم تا خلیفی سیم یک گرایش در چیز منتقل میشه در کوفه در این راستا و مخصوصا که اجرت و دستور خلیفه دوم عمر, عمر, ابن خطاب صورت می و در زمان عثمان همچنان والیایی که در کوفه تعیین می از طرف خلفا اینا هم, هم هست چیزی که مهم است یک تضارب افکار در اینجا آدم می بینن. کسانی هستند که دفاع از قانیت علی علیه السلام میکنه علی علیه السلام را امام و رهبر بلا فصل پیغمبر میدانن اما در نقطه مقابلش کسانی است که در مسیر اون سقیفه و مساید دیگه حرکت میگم. در, هم... ما... در همین شهر کوفه در همین شهر کوفه در همین زمان ما ایره میبینیم که چند تا گرایش هست گرایش هایی هستش در توسط عربای عدنانی در میورد قریشی و در رس این گرایش صد ابن عبی و قرار دارم اینا مکان های جالب بر از اینا داده میشه امکانات بزرگتری بر از اینا داده میشن اما در نقطه مقابل عدنانی ها ها رو داریم که بیشتر یمنی هستن اینا با خاطری که از علی, علی علیه السلام دارن و از امامت دارن و اینا در امایت و در عشق و در پیروی از امامای مص معصوم تا آخر هستند این مهم این تظاهر افکارم در کنار این مسائل جریان جریان عبدالله مسعود داریم که اونا خط فکری قرار قرای معلم قرآن از دیگه تفسیر او خط داریم و اینا هم مسیرشان در بیشتر گرایش عثمانی دارند تا علوی بسیار تشکر استاد بحث ما به جای جالبش رسید و در واقع تضارب افکاری که حضرت علی فرمودین در شهر کوفه یک میان برنامه ببینیم و ان در خدمت شما از استاد عزیز و همراهان خواهیم بود امام حسین علیه السلام برای اطلاع از وضعیت کوفه و مسلم قیس ابن مسحر را همراه با نامه ای راهی کوفه کرد قیس در راه کوفه گرفتار مأموران ابن زیاد شد به محض تفتیش نامه امام حسین علیه السلام را پاره کرد او را به نزد ابن زیاد آوردند پرسید تو کیستی؟ گفت مردی از شیعیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و پسرش گفت چرا نامه را بدریدی؟ گفت برای این که تو ندانی در آن چه نوشته است گفت از جانب که بود و سوی که نوشته گفت از جانب حسین ابن علی سوی جماعتی از مردم کوفه که نام ایشان را ندانم ابن زیاد خشمگین شد و گفت به خدا از من جدا نشوی تا نام آنان را با من بگویی یا بالای منبر روی و حسین ابن علی و پدر و برادرش را لعن کنی و وگرنه تو را پاره پاره کنم قیس گفت اما آن قوم نامشان را نگویم اما لعن را بکنم قیس مسحر به منبر بالا رفت و خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و درود بر پیغمبر فرستاد و علی و حسن و حسین را فراوان بسطود و رحمت فرستاد و عبید الله ابن زیاد و پدرش و ستمکاران بنی امیه را از اول تا آخر لعن و نفرین کرد آنگاه گفت ایوه الناس من فرستاده حسینم سوی شما و او را فلان موضع بگذاشتم اجابت او کنید به دستور ابن زیاد او را از بالای قصر به زمین انداختند و سرد بریدند سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین عرض درود و احترام مجدد داریم محضر یکایی که شما بزرگ بزرگواران همچنان در محضر جناب استاد اسمت اللهی هستیم استاد عزیز رسیدیم به این بحث که شما برای ما تبین و فرمودین شرایط تظاهری افکار در شهر کوفره عبدالله بن مسعود و ادامه ای ماجرا عرض کردم خدمت شما ما چند تا گرایش در این مقطی تاریخ داریم که یک گرایش گرایشی است در امسوهی و همجتی خلفی دوم خلیفه اول خلیفه دوم خلیفه سوم این گرایش وجود دارد کما اینکه اونا زمامور را در دست داشتن و دا تأثیر تاثیر گذاشتن و گرایش دیگر ما میبینیم که جریان عبدالله ابن مسعود است که اینام در کوفه فعال میشه و شاگردان بسیار تربیه میکنم و این گرایش از این گرایش است که تقریبا تفکیک دین از سیاست رو دنبال میکنم و بالاخره منتج میشه آموزه میته رو که به نحو سطحی نگری در آموزه های دینیس عبدالله مسعود داره از شهر نزول بسیار آیات طرفه میرم و در اون آیاتی که در رابطه با شان اهل بیت علیه السلام از اونا رو فاصل از اونا میگیرم و از قرآن یک برداشت سطحی که بالاخره جای جا جریان قرآن در این دوره در کوفه باعث میشه که جریان خوارج از این سر در میاره این قشنگری اونها برحال این جریان عبدالله مسعود ما داریم بعدش هم جریان در حمایت از امام علی علیه سلام واهلبيت بيغمبر افراد هست در اینجا به خصوص که قهتانی و عربایی که بیرون از مدینه و مکه و مدینه بودن و اون زمانی که علی علیه السلام در گذشته عمل کرده که از علی علیه السلام دیدن اونا به وفاداری و پابند هستن با متعودات خود به امام علی علیه السلام اینا هستن و وقتی که امام علی علیه السلام به دلائل متعدده تصمیم میگیره که در برابر پیمان شکنان تله و زبایر اونها آزم آزم جنگ جمل صورت میگیره ابتدا با علی علیه السلام تعداد کمی از صحابه هستش 300-400 نفر و مجموع نیروی که امام علی علیه السلام داره با خود هزار نفر است اما وقتی که نامن میفرسه به کوفه تقریبا هزاران نفر استقبال میکنه و در رکاب امام علی اسلام جنگ جمل را هدایت از این مردم کوفه از این کسانی که وفادار به علی علیه السلام است و به می ترتیب بار دوم جنگ سفین که صورت میگیره باز این مردم کوفه است که در کنار امام علی علیه السلام است البته باز اون قشنگری است که بسیل احکمیت به اون شکل کشونده میشه و یک مقدار مسائل از این ده و باز تا که جنگ جنگ جمل بعد از بعد جنگ جمل جنگ سفین, سفین بعدش هم جنگ نهروان است که خوارج جدا میشن و بالاخره یک تعدادش دوباره پس بر میگده و و به این دردی این گرایش ها وجود داره در جهدی این گرایش ها والی هایی که از طرف خلیفه دوم منصوب میشه و متاقبا از طرف خلیفه سیوم تایید میشه اینها هم در جدی افکار نام خیلی مؤثر است به هر حال این در ای دوره والی ها بسیار نقش داره در جهدگیری گیری به افکار نام به هر حال به ترتیب این جهدگیری ها هست علا رغم این جهدگیری امام علی علیه السلام تصمیم میگیرد که مرکز خلافت خود را در کوفه قرار بده. و این کوفه را مرکز خلافت خود قرار بیتد و در اینجا آموزهای علی علیه السلام حکومتداری امام علی علیه السلام بسیار صفحه درخشان از تاریخ است که به این مسئله بسیار مهم است که توجه شد در واقع قرار دادن شهر کوفه به عنوان مرکز خلافت از طرف امیر المومنین علیه و سلام در واقع شهر کوفه به اوج اهمیت خودش میرساند. یکی به اوج قدرتش میرسند یکی دیگه در زمینه و بسترهای وجود داره در خود اه... کوفه اما طوری که اه... پیغمبر بزرگوار اسلام مکه معظمه را به خاطر دور شدن از قریش خودشم از قریش بود به قصد مدینه مکه را ترک میکنه به اون قصد امام علی علیه السلام مدینه را به خاطر که در اونجا علی علیه السلام تحت تاثیر شرایط حاکمیت های اون روز تقریبا در یک وضعیت نهانجار است وضعیت است که اون آزادی های لازم ها ندارم تشخیص میده که بهترین جای برای احیای یک شهر بر اساس آموزهای وحیانی و امام امامت شهر کوفه هستش کوفه موقعیتش سوقل جیشی داره آب و هوای خوب داره و بالاخره علی علیه السلام به دلائل به دلائل که میتونه از اینجا امام علیه السلام تمام اشراف داشته باشد بر کل عراق بر شام و بر جای دیگر اشراف داشته باشد این کوفه را محل به اصطلاح خلافت خود مرکز خلافت خود قرار می این سوال این است که چرا امام علی علی السلام مکه را یا مدینه را مرکز خلافت قرار داد خودش یک پیام داره که ما بفهمیم که امام معصوم بالاخره انگوش میگذاره به خاطر که اینجا پیروان راستین است با این یک ترکیب جمعیتی جدید است قبایل مختلف است و و عربای عدنانی قهطانی موالی موالی ایران و اینها هستش امام علیه السلام در اینجا حضور پیدا میکنه به این ترتیب کوفه در این شرایط بسیار تاثیرات خاصی داره در تحولات جنگ جمل جنگ سفین جنگ نهروان این تحولات کمی نیست که دامنگیر جان اسلام میشه و در هر جنگ تعداد زیاد از مسلمان ها کشته میشم. چیزی که مهمه برای ما تجربه کوفه بر امروز افغانستان ما و به امروز جهان اسلام که چقدر با بصیرت باشیم چقدر در یک آشفت بازار مسیر درست را دنبال کنیم ما در کوفه کسایی را میبینیم تحت تاثیر شرایط بسیار ناامگنه اما مسیر درست تشخیص دادن و از از امامت دور نمیشند از ولایت دور نمیشن نمیشند علیرغم بسیار مسائل همه ما در این کوفه ما چند دسته شیعیان داریم یک دسته شیعیان داریم که واقعا شیعیان اعتقادی هستند امام, امام 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 علیه السلام به عنوان امام و خلیفه بلا, بلا فصل پیغمبر اسلام قبول دارن و متا هستن و, و هر چی که میگن به دستور امام خود عمل میکنن شیعیان دیگه هم داریم در این کوفه که شیعیان سیاسی هستن امام افضلیتش قبول دارن علم امام قبول دارن عمل کرده امام علی علیه السلام در طول تاریخ قبول دارن در مکه در مدینه اما اما هم میگم که خب خلیفه اول خلیفه دوم خلیفه سوم اینا ما داریم میشم و ما دیگه شیعیانم داریم در این کوفه که اینا شیعیان هستن که محب حلی هستن محب خاندان هستن اما وقتی که منافع شخصیشان میاره ملاق قرار میگیرن از از کنار علی بیت فاصله میگیرن این تجربه تجربه کم نیست تجربه های بسیار ارزشمند است که از این تجربه ما حساب اسم میگیم که بصیرت چه جایگاهی دارد در این تحولات کسانی که در کنار امام علی علیه السلام در کنار امام حسن در کنار امام, در کنار امام تا آخر ایستاد میشن اینا از یک بصیرت بالای برخوردار هستند تا مرز شهادت به حال این تایفار ما داریم تا اینکه ما با توجه به فرمایشات حضرت علی در بخش اول و دوم به یک شمای کلی از شهر کوفه رسیدیم و در واقع همان تضارب فرهنگی و تضارب افکار و عقاید و رسیدیم به بحث اصلی برنامه که در بخش سوم ان ادامه خواهیم داد میان برنامه خ... با بینندگان عزیز و شما استاد عزیز خواهیم دید و خواهیم شنید و انشاءالله در مسیر شما خواهیم بود حسین علیه السلام سوی مکه شد و این آیت می خواند فخرج منها خائفا یا ترقب و قال رب نجنی من القوم الظالمین از آن شهر بیرون آمد ترسان چشم می داشت که از پس وی بیایند گفت ای خداوند من مرا از این قوم ستمکار برهان و طریق اعظم را ملازم گشت اهل بیت او گفتند ای کاش از این راه منحرف شوی چنان که ابن زبیر منحرف شد تا طلب کنندگان تو را در نیابند گفت نه قسم به خدا از این راه جدا نشوم خدا حکم کند به هر چه خواهد السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین تا <applause> بیرقت بروی سرم سایه گستره است من کافرم اگر که دلم جای دیگر است ارز درود و احترام داریم همچنان در محضر جناب دکتر اسفت اللهی هستیم و الله در بخش سوم می خواهیم که از شهر کوفه و نهزت حسینی و ارتباط این شهر با این قیام بیشتر بشنه کوفه در تحولات کربلا نقش تعیین کننده داره کوفه است که از امام حسین علیه السلام دعوت میکنه اما این دعوت در این این دعوت ها از طرف مردم کوفه پیشینه و سابقه هم داره. وقتی که امام حسن علیه السلام پس از صلح با ماویه کوفه را ترک میکنه مقیم مدینه میشه امین شیعان کوفی هست که باز خدمت امام حسن میرسند باز میگن که اعلام وفاداری میکنن میگه ما هستیم امام در کنار هستیم اگر لشکر میخوای اگر قوه میخوای اگر امکانات میخوای ما در خدمت شما هستیم امام حسن علیه السلام میگه ما سل کردیم به اون سل پابند هستیم و خدمت امام حسین میرسن میگن که آقا که پیشنهاد ما قبول لگه شما قبول کنین امام حسین علیه السلام برای مردم کوفه میگه میگه ما در سایه صلح برادر مسلم تا وقتی که امام حسن هست ما کار نمی کنم. فقط امام و رهبر و پیشوا خود امام حسن علیه السلام است چقدر صلح مهم هست مهم بعد از شهادت امام حسن امام حسن مشتبه علیه السلام در سال 49 باز مردم کوفه که بد های ماویه را میبینن ظلم و جفا و اجعافی که ماویه میکنه و از اون اهدنام تجاوز میکنه پیروان علی را اذیت میکنه در جا جای پیروان امام حسن علیه السلام اذیت و آزار میکنن باز مردم کوفه میرن خدمت امام حسین علیه السلام در سال 49 پنجام باز امام حسین علیه السلام عرفایشون رد نمیکنه اما میگه که این صلح باید از طرف ما نقض نشه ما ادامه بدیم در اینجا مکاتبات است که امام حسین با ماویه داره و ماویه دو تا سفر داره به مدینه با امام حسین صحبت میکنه و تا این مسائل امام حسین با قاطعیت نقد میکنه ماویه را در جلساتی که در مدینه دارن و اشتباهات برش متذکر میشه تا زمانی که سفر بعدی ماویه و مدینه انجام میتن و میخوای برای یزید بیعت بگیره از همه ولایت حدی یزید مدرس در اینجا باز امام حسین علیه السلام های خود را میکنه و و و, و به شدت انتقاد میکنه از عملکرد یزید از عملکرد معاویه و این نقض توافق نامه سل میدانه و به این ترتیب باز کوفیا میرسن خدمت در این مرنه هم مردم مکه یک تعداد نماینده مردم مکه هم نماینده های از کوفه میان خدمت امام حسین علیه السلام میگن اولا و سزاوار برای حکومت و خلافت بعد از ماویه شما هستین بعد از این صلح شما باید اولاد علی علیه السلام با اون وضعیت و نواسه پیغمبر خدا و بعد از او در 27 رجب که ماویه از دنیا میره و 28 رجب امام حسین مدینه را به دلایل مختلف به قصد مکه ترک میکنه در مکه است که باز اینجا نماینده های کوفه خدمت امام میرسه نامه از طرف مردم کوفه امام حسین داره و امام حسین که مردم کوفه خبر شده بود که بیعت یزید را رد کرد در برابر والی مدینه و مروان حکم و دیگران در اینجا مردم کوفه خبر شدن و آمدن نام های کردن اولین نامه در منزل سلیمان ابن سرد خزایی است که نامه نوشته میشه و بزرگان و شیعان جمع میشن میگن که امام رد کده و امام اجرت کده امام در در مکه است. اگر میخواین اگر میخواین امامتان پیشوایتان رهبرتان امام حسین باشه به نامه نشه کن اگر نمیخواین خود زحمت نتین همه یک دست میگن که ما جز امام حسین کسی دیگر رو نداریم بالاخره نامه نوشته میشه از نوشته میشه و شیعان راستین برای امام حسین نامه میرسانند به مکه معظمه امام حسین نامره که دریافت میکنم به دنبال این نامه مسلم ابن عقیل پسر اموی خود را مفرسته به کوفه که از وضعیت کوفه از یکی چقدر پابند هستند چقدر این نامه ها واقعیت دارد چقدر امام میخواید که از واقعیت کوفه با خبر شد و از اراده مردم از صداقت مردم تا اینکه مسلم ابن عقیل به کوفه میره و و ابتدام در خانه مسلم ابن اوسجه پایان میشه در اونجا من قرار خودم میگیرم بعد از چند روز مسلم که آدم دراک آدم با شهور آدم فهیم است نماینده امام حسین از دیگه او از منصوب به اهل بیت پیغمبر هستن اینا اینا برای امام نامنشته میکنن زمان نامنشته میکنه که دوازده هزار نفر برای مسلم این عقیل بیعت کردن و نمایندگی از امام حسین بیعت مردم پذیرفته اما حضرت مسلم برای امام برای امام حسین میکنه که مردم آمادگی داره اون چی که گفتن راست است اما احز... کم بود دارن و همین رهبریش شما را هم به این شکل نامه برای امام حسین میرسه و امام حسین که تصمیم خود از اون مکه از اون مدینه گرفته که در برابر یزید بیعت نمی کند حیات من از زلت و این که یزید رو مخیر ساخته بین زلت و باید کردوش زلت است و مرگ شرافت شرافتمند مر، و با عزت بهتر است از زندگی زلت بار به این ترتیب امام حسین موزیش است اما امام حسین ام 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 به طرف با این چند تا نامی نامه دوم هم که از نامه است که باز از امام خواسته میشن که پنجان نفر شست نفر دعوت کردن نامه سوم داریم که برای امام حسین میرسه با تعداد امضا و بعض از این نامه هایی که امروز در دسترس قرار گرفتن و محققین چیز کردن در نامی اول هم محتوای نامه است از طرف شیعیان کوفه بر امام که می خدا را شکر که دشمن خاندان شما ماوی از دنیا رفته و ماوی که مثلا ظلم کرد اجعاف کرد خیانت کرد ظلم کرد بیتول با بیتول مال چی رساند و اولا و سزاور این است که شما رهبری و حمامت ملت امت را به بوده بگیرن از امام دعوت میکنن و در نامه دوم در نامه سوم مردم همی متوار داره اما بعض نامه اسامیشان درج است بعضا نیست اما در نامی اول هم اسامی درج است ام محتواش روشن و مشخص هم. در نامی سوم چیزی که جالب است این است که نامی سوم از سران قره قرائ... سران کوفه است سران قبایل کوفه اینا شیعیان نیستند یعنی سابقه عملکرد خوب هم ندارن اینا هم دعوت میکنن از امام حسین کاملا وضعیت سیاسی کوفه نشان دادنش نشان دادم اینا فکر میکنن که دیگه کار یزید تمام از به که امام حسین به کوفه برسه اوزای جان تا اینا فرصت طلب هستند اینا سران قبایل کسان هستند مثل شبس ابن ربعی اجاز ابن ابهر یزید ابن آرس قربه ابن قیس امر ابن حجاج و دیگران اینا از سران قبایل هستند از امام دعوت میکنه که در آستانه ای ای کوفه در آستانه سرسبزی میوه میوار رسیده آب فراوان همه ما منتظر شما هستیم شما بیاین دیگه از محتوایی که ما شیعه هستیم ما امامت تو را میخواهیم ما مثل نامای قبلی نیستی نام فرق میکنه محتواش به این ترتیب نامای اثران قبایل هم داریم در اینجا به این ترتیب مردم کوفه از امام به این شکل با صداقت و با عشق و با پیروی از امامشان دعوت میکنه امام حسین میه تا اینکه اوضاع کاملا آماده است برای یعنی بعض ها این است که اگر امام حسین بر کوفه می رسید جریان حادثه کربلا پیش نمی آمد و سرنوشت جهان اسلام عوض می شند. اما در این زمان است که یزید او الله ابن زیاده که استاندار یا والی بسره سوره معذف می که تو برو به کوفه و مسلم ابن عقیل آمده و اه, اه, یا بکشش یا ایست که مثلا سرش به همه رایی که یا ایست که باید کوفه را ترک بکنه و اینجا با یک شگردهای خاص عبدالله ابن زیاد می و ابن زیاد وارد کوفه میشه با چهره پنهان و مخفی و با هم تعدیب هم تهدید و هم اه, اه... به تطمی تطمیع مردم کوفه را هم تعدید میکنن و هم تطمی میکنن تا اینکه افکار و ممیر حوض میکنه با خشونت با استبداد با تطمی تا اینکه جریان آشورا شکل میگیره و در جریان آشورا که امام حسین مانع میشن از رفتن به کوفه چون مقصد نهایی امام حسین کوفه بود که به دعوت مردم کوفه اما در مسیر راه راه امام حسین امام حسن بند میسازند جریان هر ابن یزید ریایی است که در شبای در اول محرم اینا اتفاق میفته تا اینکه باز حوادث پیش میه هم. اما هم بازم در امی دعوت کوفه این نکته بسیار مهم در پایان صحبت که کوفی ها کنار امام حسین بودن کوفی هایی بودن که وفادار بودن اما از کسانی که نامن شکر بودن یک تعداد از اینا مثل حبیب ابن مظاهر حسدی مظاهر مثل مسلم ابن ابو سجم مثل دیگران، اینا را تاخر با امام بودن و حتی خود به کربلا رسیدن و حتی مثلا حبیب ابن مظاهر حسدی از امام خواست که برای لشکر تیه کنه رفل لشکر تهیه کرد تعداد سی از نفر چه نفر جمع کردن و. اما باز نماینده عبید الله آمد و مانع از اینا شد اما باز هم حبیب ابن مظاهر اسدی خود رسان در کنار امام حسین بود تا آخر مسلم ابن سوسجم اما یک تعداد مثل سلیمان سرد خضایی و دیگران مثل مختار اینا در این زمان در این شرایط حضور ند... حضور نداشت. نداشتن بعدش هم که خود توابین جریانش که با وجود می که باز میگه ما اشتباه کردیم در فرصت شناسی نداشتیم و در زمانش باید ما ما تنها نمیگذاشیم و در کنار ما میبودیم این جریان است که شرایط کربلا را رقم میزنه اما نتیجه این است که در ما نتیجه سه دقیقه دیگه در خدمت شما من میخوایم از این مباحث خود یک نتیجه گیری کنم برای ما به مو اندازه که تاریخ مکه تاریخ بعثت پیغمبر و ظهور اسلام در مکه مهم است تاریخش برای ما اندرز درس از همه چیز داره داریم اما اندازه که مسئله مدینه مهم است حکومت اسلامی که با وسط پیغمبر ساماندی میشه و نظام امامت شکل میگیره این تاریخ برای ما مهم است درکش و فهمش تاریخ تاسیس کوفه پس از این که امام علی علیه السلام کوفه را مرکز خلافت خود قرار میده این تاریخ بسیار مهمه این تحولات درک این تحولات برای زندگی امروز ما جهت داره مهم از اهمیت داره و مخصوصا که علی علیه السلام نیروهای مثل و خمیس را تربیه کرده و داره که 4000 نفر هستند اینا تعهد میکنن با امام با امام مسلم خود که تا آخرین رمق حیات تا آخرین قدره خون ما در کنار شما اینا بودن و هستن و ما در مجموع در حوادث کوفه انسان هایی رو میبینیم شیعان میبینیم شیعان عقیدتی و ایمانی که تا آخر در کنار از این کوفیان در کنار امام معصوم بودن اما کسان رو میبینیم شیعان سیاسی هستن که بر اساس اقتضای زمان در کنار دیگرها قرار میگیرن اما حب به علی علیه السلام داره و حب به اهل بیت هم دارن به ترتیب ما این تجربه گران را در تاریخ تحولات کوفه داریم برای ما بسیار ارزش داره تا اینا را اگه ما نفهمیم پیامدهای بعدی خلافت بغداد و مسائل دیگر ما درست درک کردن میتونه استاد می آن چیزی که در اذهان مردم هست در افکار مردم هست با توجه به آن دو کلمه که در ابتدای بحث شما فرمودید الکوفی لایوفی در واقع آنطور هم نیست و در واقع ما در کوفه در زمانهای مختلف از زمان حضرت حمیر علیه السلام در زمان امام حسن مشتبه علیه السلام و در زمان قیام آقا عبا عبدالله الله علیه السلام و بعد از این واقعه عظیم عاشورا ما در واقع در شهر کوفه جنگ بین خیر و شر بارها و بارها دیدیم و در واقع همانطور که از این شهر ما یک شر بسیار منفی دیدیم خیر بسیار بالا هم دیدیم و در واقع همیشه ای شاید در خیلی از کتاب ها در خیلی از داستان ها در خیلی از منابر حتی از شهر کوفه به نیکی یاد نمیشه هم انصافی باشه من با نظر شما موافق هستم ما یک کمکوار اتیاد کنیم که بله. اونای اون خوب هایی که در رکاب ائمه بودن و تعود داشتن و تا مرز شهادت پیش رفتن نسبت به اونا جفای صورت نگیره بالاخره در کوفه افکار متضادی بود خط عموی بود خط خطوط مختلفی بود اما در 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 این آشوفت بازار کسانی هستند که کوفی هستند در در مسیر حق و عدالت هستند حق از اینا پایمال نشه ان بسیار تشکر جناب استاد ارجمند جناب دکتر اسمت اللهی عزیز وقتی گرانقدر خودتان به بینندگان عزیز اختصاص دادین وقتی خودتان در این برنامه, برنامه وقتی بیداری بالاخره آمدین ما میزبان شما بودیم حتما هم عزیزان با بنده هم عقیده هستن که بسیار ارزشمند بود هرچند که دقایق بسیار کوتاه بود و ما نتوانستیم کنیم که باید از شما میزبانی کنیم از شما هم مجری توانا و پرسنل محترم و عزیز این شبکه و از بینندگان این برنامه کمال سپاس دارم انشاءالله که موفق باشین و شما را هم باز هم بارها بارها در این برنامه زیارت کنیم خداحافظ شما سلامت باشید از شما همراهان شما بزرگواران و مخاطبان نازنین رسانه جهانی هادی و برنامه به وقت بداری هم تشکر میکنیم که برنامه خودتان تا اینجا دنبال کردید امیدوار هستیم که ازاداری های شما مقبول درگاه حق واقع شود برنامه را به پایان میبریم با دعای همیشگی خودمان اللهم من هذا منک و من رسولک و من حجتک.